28% وعده حکومت برای آغاز توزیع شناسنامه های برقی هم گذشت. قرار بود تا 28% اولین دور آزمایشی شناسنامه های برقی آغاز شود، اما تا اکنون از توزیع آن با وجود بگومگوهای زیاد خبری نیست. حالا اتحادیه اروپا، بزرگترین تمویل کننده این روند، هم پای کمک هایش را از بحر آغاز نشدن این روند کشیده. در این میان سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته است تا زمانی که توزیع شناسنامه های برقی آغاز نشود، کمک هایش به اداره توزیع شناسنامه های برقی در حالت تعلیق قرار خواهد داشت. به دلیل روشن نبودن موقف حکومت افغانستان درباره آغاز توزیع شناسنامه های برقی، اتحادیه اروپا کمک هایش را به اداره توزیع شناسنامه های برقی به حالت تعلیق درآورده و هر زمانی که این روند به گونه عملی آغاز شود، کمک های آنان به این اداره اثر گرفته خواهد شد. همواره اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان هشدارهای پیهمه از دست کشیدن کمک هایش به این روند داده بود، ولی حالا حکومت افغانستان خود را متحد به توزیع تذکره های برقی می داند. ما به توزیع تذکره های الکترونیکی به حیث یک روند مهم و ملی متحد باقی می‌مانیم. این موضوع را در جلسه کابینه روش بحث صورت می گیره و به اساس اجماعی که در کابینه وجود می داشته باشه و تصامیمی که گرفته میشه، به زودترین فرصت روند توزیع تذکره های الکترونیکی را به شکل آزمایشی آغاز میکنه. گذشته از این، باورهای وجود دارد که روند توزیع شناسنامه های برقی به جار جنجال های سیاسی مبدل شده است. اینا هنوز یک برنامه جدی مبنی بر مسئولیت شناسنامه های برقی نداشتند و فکر میکنم علل تعویقش در این چند روز بحث مسئولیتش بوده، و از جانب دیگه شکی نیست که یک سلسله کشیدگی های سیاسی راجع به یک سلسله موضوعات های خردریزی وجود داشته. با این همه، بعد تعلیق در آمدن کمک های اتحادیه اروپا ضربه بزرگ به اداره توزیع شناسنامه های برقی است که دیگر با قطع این کمک ها این اداره قادر نخواهد شد تا به ماموران خود معاش بپردازد، و سوی هم افرادی که مسلکی هن و در این اداره کار میکنن از کار برکنار خواهند شد.